سلام، وقت بخیر. یک فایل سپیکینگ دیگه داریم که امروز میخوایم با هم تصحیحش کنیم. یه بار گوش میدیم ببینیم نکته خاصی درش هست و اگر بود که روی نکته ها بحث میکنیم. سوال این هست که سوالش یادم رفت. در رابطه یونیفرم مدرسه بود. الان بذارید فایل گوش بدیم، یادم میاد دقیقا سوال بود، متأسفانه از ذهنم پرید. Actually, I believe that students may put on whatever they want. No need to wear their own uniforms. Because I think we don't have to be hard on them, and we don't have to take it that hard. So it would enjoy, especially primary schools. Because I believe that they have to enjoy, they have to, you know, put on light dresses, especially the girls, because they are in a range of age that it is better for their atmosphere of the class, or the positive vibes that they get from each other. Maybe the uniforms, maybe for example, black skirt, black, t-shirt. So, you know, the dark colors are not really good for them. Psychologically, I think that it would be better if they wear, you know, uniforms, which are chosen by themselves, not only by the principals or, you know, the manager of that school. خب سوال پس اینه، should students wear uniforms؟ جواب متاسفانه جواب خوبی نیست. یعنی توی آیلتس یه همچین جوابی 5-5.5 حد اکثر نمره میگیره. بزرگترین مشکل چیه؟ بزرگترین مشکل اینه که شما حرفی رو میزنید که عملا انگار هیچی نگفتید. یعنی کلمات هست، محتوا درش نیست، هیچیش معلوم نیست. بیشتر از هر چیز دیگه ای ام و یونو آدم میشنوه و ایده اصلی برای منی که دارم با دقت گوش میدم تو ذهنم نمونه. یعنی من نفهمیدم حرف شما در مورد چی بود. خب حالا این یه جاییش، خب میبینید دیگه اپلیکیشن اوتوماتیک این زیرنویس در میاره، یه جاییش اشتباه زده. تیکه تیکه با هم گوش بدیم بریم جلو. Actually, I believe that students ببینید هزیتیشن ها خیلی زیاده. تیکه ها رو ببینید از شروع همینجوری پشت سر هم. ببینیم اصلی ترین مشکلی که اون لحظه اول به گوش آدم میخوره اینه که هزیتیشن فراوانه، بسیار زیاد، انقدری که درک مطلب رو سخت میکنه. Actually, I believe that the students may put on whatever they want. ببینید جمله اصلا معنی نمیده، هیچ معنی از این جمله نمیشه گرفت. باز میگم ارجاع بدیم به اینکه چون منطق زبان فارسی داره اینجا کار میکنه، من و شما میفهمیم. کسی که به زبان فارسی آشنا نباشه، یعنی فارسی زبونش نباشه، نمیفهمه این چی رو، این جمله رو، چون این جمله فقط کلماتش انگلیسیه، منطقش و ساختارش، استراکچرش تماما فارسیه. Actually, I believe، یعنی آره در واقع من اعتقاد دارم که دانش آموزان شاید چیزی که میخوان بپوشن. خب این اعتقاد شما کجا بود این وسط؟ بعد چرا شاید بپوشن؟ میبینی؟ یه جمله ای که حالا نه لاجیک داره نه حالا از اون باقی مواردی که به لحاظ زبانی مهمه، از هیچ ساختاری خلاصه پیروی نمیکنه، نه کوهیژن، نه کوهیرنس، نه کوجنته. No need to wear their own uniforms. این اشتباه خیلی توی این فایل چقدره؟ یه دقیقه و 30 ثانیه شما میکنید. یعنی حالا من اون اولش گفتم 5.5 هم نمیشه، این 5 میشه، برای اینکه چیزی که شما دارید میگید اصلا هیچ ربطی به سوال نداره. دلیلش هم اینه که معنی کلمه یونیفرم رو درست متوجه نشدید. یونیفرم یعنی لباس متحد و شکل. کسی نمیتونه بره یونیفرم خودش رو بپوشه.
من یونیفرم مخصوص خودم ندارم. شما یونیفرم مخصوص خودت نداری. یونیفرم لباسی است که یک گروهی از آدم شبیه هم میپوشن. بریم توی دیکشنری ببینیمش. A particular set of clothes that has to be worn by the members of the same organization or group of people. مثلا military uniform, school uniform, a nurse's uniform. به این شکله. یعنی شما نمیتونی اگه کسی یونیفرم خودش رو بپوشه دیگه یونیفرم نیست اسمش. پیشوند یونی برای فراگیری و همگیری دیگه. مثلا فرض کنید شما میرید یه لباسی میخرید بعد نگاه میکنید این زنونه است مردونه است، فروشنده میگه این یونیسکسه، یعنی فرق نمیکنه خانم یا آقا بپوشن، برای جفتشونه. پس ما نمیتونیم یونیفرم شخصی نداریم. مثلا یونیفرم حتما برای یه عده است. شما نمیتونید برید یونیفرم خودتو انتخاب کنید. این از این. حالا بماند که جمله معنی نمیده واقعا. Because I think we don't have to be hard on them and we don't have to. خب اولی درسته، میگید we don't have to be hard on them. خب البته ساختار مناسبی نیست این شکلی بیان کردم، ولی خب آدم میفهمه منظور منتقل میشه. اما اینجا نوشتید میگید که we don't have to take it that hard. To take something hard یعنی یه چیزی رو آدم به سختی قبول کنه. مثال ببینید در تو دیکشنری. To be very upset about something, especially bad news. مثلا Alan took his mother's death particularly hard. یعنی مرگ مادرش براش سخت بود، باورش سخت بود، قبول این حقیقت براش سخت بود، انگار نمیتونست اینو بپذیره. این ربطی به این که ما بخوایم به اینا سخت بگیریم نداره. عبارت اول درست بود ولی عبارت دوم معنی نمیده اینجا. Take it that hard, so it would enjoy. It would enjoy. It would enjoy چی؟ یعنی چه چیزی قراره؟ اولا it اونجا چیکار میکنه؟ یعنی شما ضمیرتون باید they باشه دیگه. دارید در مورد دانش آموزان و دانشجویان صحبت میکنید. اوکی؟ حالا it would enjoy برفرض که بگیریم حالا شما میخواستید یه جمله رو بگید، خب باقیش چیه؟ که من بدونم. و بعد especially، کلن especially رو میاریم برای اینکه بخوایم یک مثال بزنیم دیگه. فرقش با for example اینه که مثلا especially یک مثال به خصوصه، یک مثال مشخصه. کلام اینجا منعقد نشده، یعنی شما جمله ای رو نگفتید، بعد برای جمله نگفته دارید مثال میارید که معنی نداره، نه منطق داره نه معنی. especially primary schools. Does it believe that? چی؟ Is it میگید یا cause it؟ Is it believe that? Is it believe that؟ من نمیفهمم منظور چیه؟ They have to enjoy the... باز جملات ناقصه، یعنی این هر چی که هست باید ادامه داشته باشه. خب باید ادامه داشته باشه. ما ببینیم it is believe that که چی؟ اون که بعد که نیست. They have to enjoy. Enjoy what? از چی لذت ببرن؟ They have to enjoy. They have to, you know. They have to, you know. باز این you know هم قبلا هم به شما گفتم این you know خیلی زیاده. یعنی شما یه بار، دو بار، سه بار از این استفاده میکنید، نه ده بار. you know مثل این اونه که من تو فارسی بگم میدونی هی ده بار اینو بگم، بعد دفعه بعد میگم اگر میدونستم که نمیپرسیدم. این you know چیه؟ فیلر هم میخواید استفاده کنید، خب یه خلاقیت به خرج بدید، چیزهای جد متنوع بگید که اینقدر تکراری نشه. put on light dresses. put on hesitationش خیلی زیاده، ولی light dresses. light یعنی سبک، لباس سبک بپوشن. شما اینجا احتمالا منظورتون اینه که لباس رنگ روشن بپوشن، light color. خب especially the girls. یعنی منظورتون این که حالا دخترها به خصوص لباس روشن بپوشن. باز میگم چون جمله ناقصه اینا رو ما داریم حدس میزنیم. این نه، ما داریم در مورد یه آدمای به خصوص صحبت میکنیم، پس میگیم they are in the range of. حالا to be in a range of، to be in the range of یکی از اینا، چون داریم مشخص صحبت میکنیم. اما
ربطش چیه؟ range of age that it is better for their خب ارتباط بهتر بودنه با اینکه توی سنی هستن چیه؟ you know atmosphere of the class. اینجا اپلیکیشن اشتباه در آورده، شما دارید میگید اتمسفیر. بیایم عقب ببینیم ارتباطش رو میتونیم بفهمیم. They are in a range of age that it's it is better for their it is better for their you know atmosphere of the class. هیچ معنی نداره واقعا، هیچ معنی. میفهمم و من متوجه میشم، احتمالا کسایی هم که دارن این ویدیو رو میبینن متوجه میشن شما دارید چی میگید، ولی به زبان انگلیسی هیچ کدوم از اینا معنی نداره. The positive vibes that they get from the positive vibes میگین شما، این حالا لایف در آورده اشته. Charter, maybe the uniforms, maybe شاید یونیفورما، شاید برای مثال میبینین. For example, black, like black skirt, black, t-shirts. You know, the dark. خب این قسمت کلن معنی نمیده، یعنی از اینجا تا اینجایی که میخوندیم اینو معنی نمیده. You know, the dark colors are not really good for them. Colors are not really good for them. Psychologically, I think that. این ایراد منطقیه، اینجا رو ببینید. شما دارید مثال میزنید psychologically، یعنی از منظر روانشناسانه. خب باید جمله بعدیتون چیزی باشه که از منظر روانشناسانه معنی بده دیگه. بعد شما میگید I think. یعنی چی؟ یا من فکر میکنم یا از منظر روانشناسانه. اینا دوتا نقطه نظر متفاوتن. یا دارید منظر روانشناسانه رو بیان میکنید یا نظر خودتون. این دوتا کاملا متضاد همان دیگه، نمیشه. It would be better if they were. It would be better if they were. این where که اینجا نوشته این اشتباه در آورده، در واقع فعل where هست. Their, you know, uniforms, which are chosen by them. می‌بینید دفعه اول شما وقتی اشتباه کنی، حالا طرف میگه که شاید مثلا از دهنش در رفت. ولی دفعه دوم طرف میفهمه که شما معنی یونیفرم رو نمیدونید چیه. Uniforms which are chosen by themselves. ما یونیفرم اختصاصی نداریم، یعنی هر کسی یونیفرم خودش رو نمیپوشه، همونجوری که توضیح دادم. به این حالت. Not only by the principals or you know the manager of that school. خب اینجا هم همه کلمات اشتباس دیگه، منیجر نداریم که. خب حالا متاسفانه نکته که میخواستم توی این فایل سپیکینگ بگم اینه که یه وقتایی جوابها جایی هن که ما قبل تصحیح هن، یعنی اصلا نمیشه اینا رو تصحیح کرد. چرا نمیشه؟ برای اینکه ساختار مشخص نداره، یعنی سر و ته مشخص نداره، هیچ ایدهی درش به درستی بیان نشده. اینو من سر یک جلسه یک کلاسی هم در مورد صحبت میکردم. ببینید اگر شما جوابتون ساختار داشته باشه، یعنی مشخص باشه کجا شروع میشه، کجا دلایلتون رو عنوان میکنید، مثالاتون رو میزنید و کجا جمع‌بندی میکنید، این ساختاره باشه، یعنی فکر شما منسجم میشه. همین این یه فاکتور اگر داشته باشید ولی تو صحبت کردنتون 100 تا غلط لغوی و گرامری باشه، شما افتادید توی مسیر پیشرفت. یعنی اون 100 تا ایراد رو میشه درست کرد، ولی وقتی شما نمیتونید درست فکر کنید، یک ایده رو توی ذهن خودتون پرورش بدید، کاری با زبانش ندارم اصلا، اون مشکل ترین قسمت. اکثر کسایی که میبینید مثلا به خصوص تو رایتینگ این مشکل خیلی دیده میشه، زبانش بد نیست طرف، ساختار بلده، مثلا گرامرش خوبه، لغت خوب بلده، ولی وقتی چیزی مینویسه هیچی آدم نمیفهمه، نه سر داره، نه ته داره، نه انسجامی داره. این مشکلش زبان نیست، یعنی مشکل اصلیش زبان نیست، مشکل اصلیش اینه که اصلا بلد نیست، فکر ساختارمند بلد نیست، یاد نگرفته این مدل فکر کردن. اینو باید یاد بگیره، حالا توی کلاس ها یا هر جایی که میره یا یه کتابی از یه منبعی نحوه درست فکر کردن یاد بگیره. شما وقتی درست فکر میکنید
کارتو درست انجام میدی، بعدا میشه تک تک ایرادای گرامری رو، ایرادای لغوی رو، همه اینا رو میشه در آورد. یعنی قابل تحسین کردن هست. ولی وقتی ایدهتون انقدر ناپخته است، انقدر ناواضحه، به مرحله ما میرسیم که من بهش میگم ما قبل تصحیحه. یعنی اصلا اینجا دیگه زبان مطرح نیست. ما زبان رو باید بذاریم کنار، باید در مورد این صحبت کنیم که آقا شما باید درست فکر کنید، یک جواب منسجم بدید، جوابتون یک چارچوب داشته باشه، سر و ته داشته باشه. بعد که این مشکل حل شد، حالا من میتونم بشینم در رابطه با ایرادای زبانیش هم صحبت بکنم. تمرکزتون رو بذارید روی اون فکر کردنه، روی درست فکر کردنه، روی درست ایده رو پرورش دادن. اگر اون کار کردید، میگم اگر یه دقیقه و نیم دارید صحبت میکنید توش 200 تا اشتباه هم باشه، بدونید که همچنان شما توی مسیر پیشرفتید، چون دفعه بعد اون 200 تا رو شما میتونید 5 تا ازش کم کنید. یه سوال دیگه فرض کنید، اگر شما 200 تا سوال اینجوری تمرین کنید، ایرادتون بسیار بسیار کم میشه. ولی هستن کسایی که اصلا نمیتونن درست فکر کنن، یعنی اون نحوه درست فکر کردن رو یاد نگرفتن. اونم کار خیلی عجیب غریب و شاقی نیست، اونم یک مهارتی که اکتسابیه، شما به دست میاریدش، یاد میگیرید. تا اونو حل نکنید نمیشه. حتما دیدید، برای من که خیلی پیش اومده، شما هم میبینید، من کسایی دیدم که مثلا طرف میگه من در طول روز 3 تا رایتینگ مینویسم، روزی 2 ساعت سپیکینگ تمرین میکنم، ولی این سپیکینگ 6 ماه قبلش با الانش هیچ فرق آنچنانی نکرده. حالا ضعف های کارش رو بذاریم کنار، یعنی آرشیو نمیکنه، چه میدونم داکیومنت نمیکنه، همه اینا. مشکلش اینه که اصلا جای اشتباه تمرکز میکنه، یعنی هی دنبال اینه که با تاپیک های مختلف آشنا بشه و اینجور موارد. کلید حل این قضیه اینه که شما یاد بگیرید جوابتون رو در یک چارچوب، در یک ساختار درست بذارید، که ما به اینا میگیم فرم. فرم ها شکل های مختلف دارن، یعنی شما میتونید چندین فرم برای پاسخگویی داشته باشید، ولی حداقل باید یکی دو تاشو بلد باشید که بتونید به سوالات مختلف جواب بدید. و بعد روی اون تمرین کنید. زمانی که تمرین میکنید، به مرور قلقش دستتون میاد که کجا مقدمه صحبتمه، کجا باید مثال هامو ارائه بدم، دلایلم رو بگم و کجا باید بحثمو جمع کنم. نه اینکه بشه مثل اینجا من مثلا گیر کنم، یه جوری بخوام جمعش کنم. من همیشه میگم یه جمله کلاسیک داریم، زمانی که شما نمیدونید چیکار کنی، اکثرا میام میگن that's it. خب این مال زمانی که خودتون رو انداختید توی چاهی که نمیتونید ازش در بیاید، به خاطر اینکه فکرتون منسجم نیست، هیچ ساختاری نداره. در مورد این قضیه بعدها حتما بیشتر صحبت میکنیم روی فایل های دیگه، ولی خواستم اینو بهتون نشون بدم که بدونید ما غیر از زبان یه ایراد بزرگتر دیگه ای هم داریم که اون مرتبط با نحوه فکر کردن ما به جواب هست. سوالی اگر داشتید میتونید مطرح کنید. تا جلسه آینده.